دوستان عزیز و فارسی زبانان محترم، با عرض ادب و احترام برنامه امروز رو شروع می کنم. در ابتدای برنامه یک مطلبی که من غیر مستقیم به بقیه مطالب مربوط میشه می خونم براتون. عنوان هست ترجمه از خطابه مبارک از عبدالبها راجع به تایتانیک، 23 آوریل 1912. فرمودن این بیانات شفایی است، اینجور که با دوستان صحبت میکرده نوت، حالت نوت. امروز از صبح تا به حال مشغول صحبت بودم، اما محض محبت، مودت و اشتیاقی که به شما دارم آمدم که مجددا قدری صحبت کنم. در چند روز گذشته اتفاق هولناکی در عالم رخ داده، اتفاقی که قلوب جمیع را متأثر ساخته و جمیع ارواح را محزون کرده است. مقصود مصیبت تایتانیک است که در طی آن بسیاری از نفوس انسانی غرق شدند و تعدادی از نفوس جمیله جلیله ترک حیات دنیوی کردند. اگرچه از این قبیل حوادث فی الحقیقه سبب تحسر و تأسف است، اما باید توجه داشت که هر اتفاقی حکمتی دارد و ابداً هیچ اتفاقی بدون دلیل نیست. سری در آن وجود دارد، اما هر سری که در آن باشد حادثه غم‌انگیزی بود و سبب نزول ابرات از بسیاری از عیون و علت حزن و اندوه بسیاری از نفوس از این حادثه بسیار متأثر شدند. ابرات یعنی اشک‌ها. بعضی از نفوسی که از بین رفتند در کشتی سدریک تا ناپل با ما سفر کردند. اینجا باید توضیح بدم که اهبای آمریکا بلیت کشتی تایتانیک رو برای حضرت عبدالبها سعی کردن تهیه کنن. حضرت عبدالبها فرمودند که نه، با تایتانیک سفر نمی کنید، و با تصمیم گرفتن با کشتی سدریک سفر کنن. کشتی کوچکتری بود و قبلا هم سفرهایی داشته. تایتانیک اولین سفرش بود و خیلی به اصطلاح از مدت ها قبل بلیت هاش رزرو شده بود. اینجا می فهمان که بعضی از نفوسی که از بین رفتن در کشتی سدریک تا ناپل با ما سفر کردن و از آن به بعد به کشتی دیگر رفتن. وقتی به آنها فکر می کنم فی الحقیقه بسیار محزون می شوم. اما وقتی این مصیبت را از جنبه دیگری ملاحظه می کنم و متوجه می شوم که عوالم الهی لایتناهی است، تسلی قلب یابم. اگرچه آنها از این وجود محروم شدند، در عوالم دیگر فرصتهای دیگری برای زندگی دارند. حضرت مسیح فرمود در خانه پدر من منزل بسیار است. آنها از این حیات موقت احضار شدند و به حیات ابدیه انتقال یافتند. آنها این عالم مادی را الالعبد ترک کردند و از ابواب عالم روحانی وارد شدند. از لذات و راحتی دنیای خاکی گذشتند و حال از مسرات و لذات ابدی و حقیقی نصیب برند، چه که به ملکوت الهی شتافتند. رحمت الهی نامتناهی است و لازم است که در ادعیه و مناجات خود در گذشتگان را به خاطر داشته باشیم و برای آنها طلب مغفرت، طلب تقرب به نفس مبدع و معاب نماییم، یعنی به خدا، تقرب نزدیکی به خدا.
این وضعیت بشر به مسابه رحم مادر است که طفل باید از آن به فضای عالم بیرون متولد شود. ابتدا طفل به سختی میتواند خود را با وضعیت جدید انطباق دهد. گریه میکند. مثل اینکه مایل نیست از مکان تنگ و تاریک خود جدا شود. و تصور میکند که حیات منحصر به آن فضای محدود است. از ترک منزل و مأوای خود اکراه دارد. لکن طبیعت او را مجبور به ورود به این عالم کند. وقتی داخل در وضعیت جدید شود ملاحظه می کند که از ظلمت به عالم نورانی وارد شده. از محیط تنگ و تاریک به فضای دلگشای وسیع داخل گشته. قبلا از خون مادر تغذیه می کرد. حال از اطعمه لذیذ بهره و نصیب دارد. حیات جدیدش مشهون از نورانیت و جمال است. با حیرت و مسرت به خیال مراتع و به جبال مراتع و دشت و صحرای سرسبز، رودها و چشمه‌ها، ستارگان زیبا نگاه می‌کند. در هوای حیات بخش نفس می‌کشد و به حمد و ثنای خداوند بردارد که از محبوسیت در وضعیت سابق خلاصی یافته و به آزادی در عالم جدید نائل گشته. این تمثیل بیان کننده حقیقت عالم فانی و حیات بعد است. انتقال روح انسان از ظلمت و مجهولیت به نورانیت و حقیقت ملکوت ابدی است. ابتدا استقبال از موت مشکل است، اما بعد از نیل به وضعیت جدید روح قرین امتنان می شود، چه که از قید محدود رها یافته، از آزادی نامحدود نصیب برده است، از دنیای حزن و علم و افتتانات خلاصی یافته تا در عالم مواهب نامحدود و مسرات نامتناهی به حیات خود ادامه دهد. عالم عنصری و جسمانی را ترک کرده تا به عوالم مطلوب روحانی واصل شود. لحاظ نفوسی که در مصیبت تایتانیک از عالم خاک درگذشتند و هجرت ایام دنیای فانی را خاتمه دادند، به عالمی متعالی تر شتافتند. آنها از عالم ظلمت و رمد بصر به عالم انوار عروج کردند. اینها ملاحظاتی است که سبب تسلی و آرامش خاطر نفوسی می شود که در این عالم باقی ماندند. به علاوه این وقایع دارای دلایل عمیق‌تر است. هدف و مقصود از آن تعلیم بعضی امور به نوع بشر است. ما در ایامی هستیم که اتکا فقط به وسایل مادی است. نفوس بشری تصور می کنند که عظمت و قدرت کشتی، کامل بودن دستگاه با مهارت ناخدا امنیت را تضمین می کند. اما گاهی اوقات این قبیل مصائب اتفاق می افتد تا نفوس انسانی پی ببرند که خداوند حامی و حافظ حقیقی است. اگر اراده الهی بر حفظ و صیانت انسان تعلق گیرد، کشتی کوچک از انهدام نجات یابد، اما بزرگترین و کاملترین صفائن با بهترین و متبحرترین ناخدا ممکن است از خطراتی از آن قبیل که در اقیانوس مشاهده می شود به سلامت عبور نکند. مقصود این است که اهل عالم به خداوند تنها حافظ و حامی توجه نمایند، نفوس بشری به حفظ او متکی شوند و آگاه باشند که او سبب امنیت و سلامت حقیقی است. این وقایع حادث می شود تا ایمان انسان ازدیاد یابد و تحکیم شود. البته اونایی که فیلم رو دیدن یا داستان رو خوندن یادشون هست که ناخدای کشتی یا مهندس سازنده کشتی یا یه جمله میگه که حتی خدا نمیتونه این کشتی رو قهر کنه.
و شبیه به همین دستگاه‌های حکومتی و پادشاهان هستند که حضرت بهاءالله در الواح ملوک براشون نوشتند که متکی به سرباز و ارتش نشید، متکی به خداوند بشید که ازتون حمایت کنه. و ما می‌بینیم که دیدیم و می‌بینیم و هنوز هم خواهیم دید که پیچیده‌ترین و مخوف‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی قادر به حفظ اربابان خودشون نبوده و نیستن. و همونطور که با الله فرمودن، تنها راه حفظ شما اطاعت از حق و عدالت در مملکتتون هست. فرمودن رعایای خودتون رو با مالیات‌های سنگین زیر یوغ و سنگینی این بارها میشکنید که به حفظ تخت و تاج خود موفق بشید. برعکس، رعایاتون رو حفظ کنید و حق شما رو حفظ میکنه. امروز از کتاب مدنیت، جلوه مدنیت جهانی، تألیف یا نوشته حضرت ولی امرالله، تنها ولی امر بهایی، شوقی افندی ربانی، میخونیم. این کتاب 15 فصل داره، فقط دوتای آخرش که حدود 10 صفحه میشه انشاءالله شروع میکنیم، شاید تمام کنیم در این برنامه. اولین فصلش بلوغ عالم انسانی، بعد سیر در جهت ائتلاف، بعد غایت کمال، درد تولد و رنج مرگ، هیجان عمومی، عصر انتقال، دیرانی اسلام، انحطاط مؤسسات مسیحی، علائم انحطاط اخلاقی، خرابی بنیان سیاسی و اقتصادی، امنیت جمعی، اصلی از تعالیم بهاءالله، جامعه اسم اعظم، آیین جهانی، و دو فصل آخر که با هم زیارت میکنیم، کیفر الهی، و آخرینش هدف وحدت عالم انسانی. میتونستم البته از هر فصلی یک پاراگراف به اصطلاح، ولی از غایت کمال بیانی از دست بهاءالله انتخاب کردم. میفرمایند غایت کمالی که انسان خاکی میتواند بر اثر عنایات و فیوضات الهیه در این یوم بدان فائز گردد، هنوز از انظار مستور است. عالم وجود تا کنون مستعد چنین ظهوری نبوده. عنقریب به تقدیر رب قدیر، قابلیات مکنون در این فیض کثیر و موهبت عظیم مکشوف خواهد گردید. و در قسمت ویرانی اسلام از خود حضرت ولی امرالله، مذهب شیعه در نتیجه خصومت سرسختانه با امر الهی در موطن جمال قدم، برای همیشه قدرت مبارزه خود را از دست داد و از حقوق و مزایای خیش محروم شد و منکوب گشت و انحطاط و ضعف و به انحطاط و ضعف گرایید و به خفت یأس‌آلود دچار شد و محکوم به زوال نهایی گشت. البته این زوال داره طول میکشه به دلیل اینکه کارهای خدا به قول معروف خدایی هست، مثل آدم نیست که سطحی و دمدم نزاج باشه. حالا از کتاب مدنیت، جلوه مدنیت جهانی، قسمت اول یا فصل ما قبل آخر، کیفر الهی بود. می فرماین عالم انسانی می نالد و برای نیل به اتحاد و اختتام دوره طولانی رنج و کشتار خود جان می‌دهد. ولی با وجود این، سرسختانه از پذیرش آن نور
و اعتراف بدان مرجعیت با اقتدار تنها قدرتی امتناع می‌ورزد که قادر است او را از گرفتاری‌هایش رهایی بخشد و از بلیه اندوهباری جلوگیری کند که بیم آن می‌رود عالم بشری را در کام خود فرو برد. همون آیین هست بهاءالله باشه. ندای حضرت بهاءالله که در خلال این کلمات نبوت‌آمیز تنین می‌اندازد حقیقتاً خبر از وقایع شوم و هولناکی می‌دهد. جل بیانه: ای اهل عرض، به راستی بدانید که بلای ناگهانی شما را در پی است و عقاب عظیمی از عقب. گمان مبرید که آنچه را مرتکب شده اید از نظر محو شده. و نیز می‌فرمایند: ای اهل عالم، میقاتی برای شما تعیین کرده ایم. اگر در ساعت موعود از توجه به حق قصور ورزید، به درستی که خداوند شما را با قهر خود اخذ خواهد کرد و عذاب از جمیع جهات شما را احاطه خواهد نمود. ان الله شدید العقاب. عالم انسانی که اینک در عذاب است، آیا هنوز باید در معرض لطمات، رنج‌ها و مهنت‌های شدیدتری قرار گیرد؟ پیش از آن که تأثیر تطهیر کننده این بلایا بتواند او را برای دخول در ملکوت الله که مقدر است در بسیط قبرا استقرار یابد آماده و مستعد سازد، آیا باید فاجعه هولناک آنچنانی که خاطره سقوط تمدن روم را در قرون اولیه مسیحیت نه تنها به خاطر آورد بلکه تحت شعاع قرار دهد منادی و پیشقدم گشایش دوری عظیم، بی‌نظیر و مشعشع در تاریخ بشر باشد؟ پیش از آن که جمال قدم بر سرائر قلوب و وجدان امم مستوی گردد و قبل از آن که سیطره مسلم آن محی رمم از جانب جمهور و ناس شناخته شود و نظم جهان آرایش استوار گردد و استقرار پذیرد، آیا یک سلسله تشنجاد شدید باید نسل بشری را بلرزاند و تکان دهد؟ اینجا خوب توجه کنیم که این اتفاق در زندگی عادی ما در حد کوچک همیشه میفته. یعنی انسانی که متوجه غذا خوردن و استراحت خودش نباشه مریض میشه. مریض میشه، پیش دکتر نره بدتر میشه. به دکتر مراجعه کنه، دوا و درمانی بهش تجویز بشه، بخره. اگر نخره باز بدتر میشه. اگر بخره استفاده نکنه همچنین. اگر بخره بجور استفاده کنه باز بدتر میشه. و دارویی رو که از بالا فرمودن ید رگ جهان در دست پزشک داناست، که همانا مثل امر الهی باشه، درد را میبیند و به دانایی درمان میکند و فرمودن دوای این امراض مزمنه بشری امروز، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، معنوی، خانوادگی، فرمودن دریاق اعظم، اکسیر اعظم و داروش وحدت عالم انسانی. خیلی هست بالا رو پزشک دانا نمیدونن. خیلی ها فقط به شکم و زیر شکم خودشون فکر میکنن. خیلی ها ادعاهایی دارن با اسامی های مندرآوردی، بت‌هایی که تراشیدن، منتظرن به نحوی، به فرمی، به شکلی این سیاست های نیمپز و نپخته به دادشون برسید. افرادی که حتی در زمان حیاتشون هیچ مشکلی رو حل نکنن. و خیلی ها اصولا فکر نمی کنن. یا مست هستن از باده خودبینی یا از همین شراب های الکل معمولی یا مواد مخدر یا حرکات و رفتار دیگه. از 24 ساعت شاید چند دقیقه فرصت فکر کردن داشته باشن. اون چند دقیقه هم غرور، تعصب
چنان کورشون کرده که حقیقت رو نمی‌بینه. و ما در این شرایط هستیم که قبول این که این راه الها مخصوصا برای ایرانیانی که مسیر الهی و منجی عالم از ایران ظهور کرده و هیچ توجهی ندارن و هیچ زحمتی به خودشون نمیدن، این بلایا به خاطر مسئولیتی که بیشتره برای ایرانی ها بیشتره. ادامه میدیم، میفرماین نسل آدمی از نسل آدمی آدم از عجیب این کلمه از دوران طولانی طفولیت و سباوت را که ناگزیر از طی آن بود پشت سر نهاده ماده است و اینک هیجاناتی را تجربه میکنه. نسل آدمی ادوار طولانی طفولیت و سباوت را که ناگزیر از طی آن بوده پشت سر نهاده. ما الان به دوره بلوغ رسیدیم، دوران کودکی و بچگی رو پشت سر گذاشتیم و اینک هیجاناتی را تجربه میکنه که ملازم با متلاطم ترین مرحله تکامل حیات اوست، یعنی مرحله شباب که بی پروایی و تندی آن به اوج خود میرسد. اینه تینیجر یا بچه جوانایی که به بلوغ میرسد، ولی به تدریج جای خود را به متانت و خردمندی و پختگی میدهد که از مختصات مرحله بلوغ و کمال به شما میرسد. آنگاه هست که به دان درجه از ترقی و پختگی واصل می شود تا بتواند کلیه قوا و استعداد لازم را جهت رشد و کمال قایق و تحصیل نماید. پس با این جمله مثبت و امیدوار کننده که گرچه هیجانات و اشتباهاتی موجود هست، ولی همینطور که در مراحل زندگی ما در دوران قبل از بلوغ، در حالی که به بلوغ میرسیم، یک هیجان‌ها و هورمون‌ها و حالت‌های در به وجود میاد که به بعضی اشتباهات منجر میشه، ولی وقتی که به پختگی و بلوغ میرسه اون رو جبران مافات میکنه. با این جمله مثبت و خوشبینانه یا واقع بینانه امیدواریم که به این مرحله بعد که میفرنوشتن هدف و هدف خط فاصله وحدت عالم انسانی. وحدت عالم انسانی صفت مشخصه دوره ایست که اینک جامعه بشری بدان نزدیک می‌گردد. وحدت خانواده، وحدت قبیله، وحدت حکومت شهری و وحدت ملی یکی پس از دیگری تحقق یافته است. اکنون هدفی که دنیای رنج کشیده و درمانده برای نیل بدان تلاش می‌کند، وحدت عالم انسانی است. مرحله ایجاد ممالک به پایان رسیده است. آشوب و اقتشاش ناشی از برخورد قدرت‌های ملی به اوج خود نزدیک می‌شود و دنیا که در جهت بلوغ پیش می‌رود باید از آن بت معبود، یعنی ملیت‌گرایی، باید از آن بت معبود دست بکشد و وحدت و تمامیت روابط انسانی را بشناسد و برای همیشه نظامی مستقر سازد که بتواند به بهترین وجه این اصل اساسی حیات بشری را در خود مجسم و مصور ساز. حضرت ولی امرالله در یک بیان دیگه، در یک کتاب دیگه می‌فرمایند که سه تا خدای کاذب مانع شدن و به تأخیر می‌اندازن به خدای حقیقی بر مسند خود جلوس کنه. و این سه تا خدای کاذب رو یکی خدای ملیت‌گرایی، یکی مادیگرایی و یکی نژاد پرستی می‌فرمایند اگر خداوند در راه خداوند حیواناتی ذبح و قربانی می‌شده، قربانیان این خدایان کاذب انسان‌ها هستند. همینطور که می‌بینیم چطور انسان‌ها فدا میشن در راه ارزاء مروجین این خدایان کاذب ملیت‌گرایی، نژادپرستی و مادی‌گرایی. ادامه میدیم بیان مبارک رو در از کتاب جلوه مدنیت جهانی
میفرمایند از اسبالا میفرمایند در این عصر حیاتی بدی ملل جهان را به حرکت درآورده که تاکنون احدی پی به علت آن نبرده و سبب آن را نشناخته و به نسل معاصر خود چنین میفرمایند ای پسر انسان دین الله و مذهب الله از برای حفظ و اتحاد و اتفاق و محبت و الفت عالم است این است راه مستقیم و اسه محکم متین یعنی در سوره الحمد مسلمان ها میخونن هر روز اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما را به راه راست هدایت کن یعنی الان هنوز ما در راه راست نیستیم اگه کسی در راه راسته نمیگه که من رو به راه راست هدایت کن و راه راستی که در دعای روزانه مسلمانان جهان هست همون وحدت عالم انسان است و مسیحیان هم یه دعایی دارن هر روز که ملکوتی که در آسمان هاست بر روی زمین مستقر بشه ملکوتت و آن هم وحدت عالم انسان است آنچه بر این اساس گذاشته شود حوادث دنیا او را حرکت ندهد و چه اساسی؟ اساس وحدت عالم انسانی آنچه بر این اساس گذاشته شود حوادث دنیا او را حرکت ندهد و طول زمان او را از هم نریزاند و چنین بیان می‌فرماید اصلاح عالم و راحت امم ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق حالا هی مرتب کنفرانس و گرد همایی و از این حرفا را بندازید بشینید برای هم دیگه کف بزنید و از هم تعریف کنید و خیال کنید خبری میشه این فهمان اصلاح عالم و راحت امم ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق و به علاوه شهادت میدهند نور اتفاق آفاق را روشن نماید حق علیم و شاهد است این مقصد اعظم مقاصد حق علیم و شاهد است این مقصد اعظم مقاصد و این عمل ملیک آمال است این عمل با الف و الف هست یعنی آرزو این مقصد اعظم مقاصد و این عمل ملیک آمال است پادشاه آرزوها این آرزوی وحدت عالم انسانی است و می فرماین یک بیان عربی هست ترجمهش پروردگار رحمان رحمان شما دوست دارد جمیع اهل عالم را چون روح واحد و هیکل واحد مشاهده نماید این فضل و رحمت الهی را در این ایامی که چشم روزگار شبه آن را ندیده غنیمت شمرید و از آن بهره برید وحدت نوع بشر چنان که منظور نظر مبارک حضرت بهاءالله است به مفهوم تأسیس یک جامعه متحد جهانی می باشد که در آن تمامی ملل و نژادها و ادیان و طبقات به طور کامل و برای همیشه متحد گردند و خودمختاری ممالک اعضای آن و همچنین آزادی شخصی و ابتکارات فردی منجزا محفوظ مانند یعنی اینکه اون خودمختاری ممالک اعضای این فدریشن جهانی و آزادی شخصی ابتکارات شخصی محفوظ است این جامعه متحد جهانی تا حدی که ما میتوانیم تصور کنیم باید مرکب از یک هیئت تقنینیه جهانی باشد یک هیئت قانونگذاری جهانی که اعضای آن به عنوان امنای کافه نوع انسان کلیه منابع ثروت ملل عالم را تحت اختیار خود قرار خواهند گرفت قوانینی که لازمه ترتیب حیات و رفع حوارج و تنظیم روابط ملل و اقوام است وضع خواهند نمود و نیز مرکب از یک مرکز تنفیذیه جهانی مستظهر به نیروی بین المللی یعنی ستا قوای مقننه و اجرایی و قضایی که در هر کشوری هست در سطح جهانی هم به وجود میاد که البته نوع مصنوعی و سطحی آن که سازمان ملل و اون نیروهای نظامی نیتو و هرچی و یا دادگاه لاهه به طور مصنوعی از این بیانات هست بالا رؤسای جمهور آمریکا و یا سایرین تقلیدی کردن و
ساختن ولی از اون قدرت حقیقی محروم هست به دلیل هنوز فسادهای سیاسی و وحدت اصلی جامعه متحد جهانی را محافظت خواهد نمود و نیز مرکب از یک محکمه جهانی خواهد بود که در کلیه مناقشات احتمالی بین عناصر مختلفه این نظم عمومی قضاوت نموده حکم لازم الاجرا و نهایی خیش را صادر خواهد کرد. دستگاهی برای مخابرات و این قبل از اینکه ما کشف کنیم حتی اینترنت و فیسبوک و این بقیه روابط اجتماعی مثل برای من پیشبینی فرمودن سالهای 1935-36 دستگاهی برای مخابرات و ارتباطات جهانی ابداع خواهد شد که تمامی کره ارض را در بر خواهد گرفت، از موانع و قیود ملی آزاد خواهد بود و با سرعتی حیرت انگیز و انتظامی کامل به کار خواهد افتاد. یک مرکز بین المللی به منزله مقر ارتباطات مدنیت جهانی عمل خواهد کرد و به مسابقه قانونی خواهد بود که قوای وحدت بخش حیات به سوی آن متوجه و در آن نقطه متمرکز و از آنجا فیوزات نیروبخش صدور خواهد یافت. یک لسان جهانی ابداع یا از بین السنه موجود انتخاب و در مدارس عالم علاوه بر لسان مادری تعلیم خواهد شد. رسم الخط جهانی، ادبیات جهانی، یک مقیاس پول واحد، اوزان مقادیر متحد الشکل، ارتباط و تفاهم بین المللی بین ملل و نژادهای بشری را تسهیل و تسهیل خواهد کرد. در چنین جامعه جهانی علم و دین یعنی نیرومندترین قوای موجود در حیات بشری با هم در آشتی و اشتراک مساعی بوده به طور هماهنگ رشد خواهند کرد و در ظل چنین نظمی مطبوعات در حالی که میدان را برای ابراز نظرات و عقاید مختلف باز و آزاد خواهند گذاشت که الان باز میبینیم از طریق همون وسیله جهانی که از قیود دولت‌ها آزاد هست این ابراز عقیده های آزاد به وجود اومده، دیگر وسیله اعمال اقراض شخصی و تأمین منافع گروهی خاص قرار نخواهند گرفت. از اعمال نفوذ دول و ملل و رقابت های آنان رهایی خواهند یافت. منابع اقتصادی عالم تحت انتظام در خواهد آمد و معادن مواد خام استخراج و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بازارهای جهان با یکدیگر هماهنگ شده توسعه خواهند یافت و توزیع فراورده‌ها به نحوی عادلانه انجام خواهد پذیرفت. در حال حاضر امکانش نیست به خاطر اون 1% از مردم دنیا از هر نژاد و ملیتی که دور هم جمع شدن و 99% دیگر رو به بردگی خود در آوردن. رقابت ها و خصومت ها و دسائس ملی موقوف و عداوت و تعصب نژادی به دوستی و حسن تفاهم و تعاون بین نژادها تبدیل خواهد شد. چرا که می فهمن تفرقه بینداز و حکومت کن یک روش و سیاستی بوده که باعث شده فقرا فقیر بمونن و ثروتمندان ثروتمندتر بشن. به این مرحله از بلوغ که برسیم هر چیزی باعث نفاق هست از این گوش میشنویم از اون گوش در میکنیم یا اصلا نمیذاریم تو گوش وارد بشه. بله و موانع و قیود اقتصادی به کلی برطرف و تفاوت فاحش بین طبقات مرتفع خواهد شد. فقر از یک سو و تجمع بی حد ثروت از سوی دیگر محو خواهد شد. قوای عظیمی که در راه جنگ اقتصادی و سیاسی بیهوده مصرف می شود به مقاصدی اختصاص خواهد یافت که متضمن توسعه دامنه اختراعات بشری و تکامل امور فنی و بالا بردن سطح تولید در جامعه و قل و قمع بیماری و توسعه دایره تحقیقات علمی و ترفیع سطح صحت عمومی و تلقی و تشخیص ذهن آدمی
و استخراج منابع متروکه مجهوله ارز و افزایش طول عمر آدمی است. همان تمام این بودجه هایی که صرف جنگ های اقتصادی و سیاسی میشه تشویق میشه، جوانایی هستن اختراعاتی میکنن که چون به نفع بعضی از این تولید کنندگان کورپریت ها و این کپیتالیست ها و سرمایه‌داران نیست، این اختراعات اصلا در نطفه خفه میشه. و از طرف دیگر بیماری هایی هست که راه حلش پیدا شده و کشف شده و اونام از بین میره تا کارخانه های داروسازی به منافع خودشون برسن و ادامه بدن به قول معروف ترجیح پول در آوردن به سلامتی و صحت مردم. بعد فهمان تشخیص ذهن آدمی رو تنین تیز و باهوشتر ببینن چه وسایل لازمه. بعضی از این برنامه های تلویزیونی برعکس انسان رو کودن میکنه و بعضی از این تبلیغاتی رو که میذارن که مردم مجبور میشن یک مطالبی رو کورکورانه تقلید کنن، اینا باعث این نمیشه که ذهن آدمی تیزتر بشه، بلکه برعکس باعث کودن شدن و انسان ها اعتماد به نفسشون از دست میدن که حتی اصلا فکر کنن. بعد میفهمان که استخراج منابع متروکه مجهوله ارز، چیزایی که فراموش شده و جاش که اصلا حتی کشف نشده اون منابع، و افزایش طول عمر آدمی است. انسان میتونه عمر طولانی تری رو داشته باشه که بل نتیجه چون محیط مساعد هست صرف ترقیات روحانی و معنویش میشه. و مثل بچه ای که ببینید مثلا در شکم مادر رحمو که توضیح دادن 9 ماه بیشتر نمیشه، میشه 1 سال بشه و بچه قوی تر باشه، یه حدی داره، حد بین 7 ماهه یا، ولی انسان میتونه اگر 70 سال 80 سال 90 سال بمونه و محیط و مساعد به وجود بیاره هم برای بقیه مفید باشه هم خودش ترقی. چرا که در عالم بعد هر چقدر اینجا بیشتر ترقی کنه و سلامت روحانی داشته باشه، استفاده و قدرت بگیم لذات بردن از عوالم روحانی درش بیشتر هست، چرا که اون قوایی رو که اونجا لازم هست ترقی میده، تکمیل میکنه. بنابراین افزایش طول عمر به خاطر اون مسئله است. این همین سوال پیش اومده بود تو برنامه قبلی که چرا ما این که میگیم این دنیا ارزشی نداره باز برای بهتر شدن این دنیا کار میکنیم، این دنیا با مقایسه به عالم بعد ارزشی نداره، مسائل مادی با مقایسه به مسائل روحانی ارزشی نداره، لذات مادی با مقایسه با لذات روحانی شکنجه است. شما بهترین غذا رو وقتی سیر شدید اگه مجبورتون کنن یه لقمه بیشتر بخورید شکنجه است براتون. آب به این گوارایی رو اگه سیر شده باشید تشنه نباشید کسی مجبورتون کنه شکنجه است. یا گرون قیمت ترین مبل ها و راحت ترین مبل ها رو شما مثلا مجبورتون کنن بلند نشید از روش، پس لذات مادی اصلا قابل مقایسه نیست با لذات روحانی، از حد خودش که میگذره شکنجه است. ولی لازمه، همجور که رحم مادر 9 ماه بودن بدون اون نمیتونیم این عالم رو خوب درش خدمت کنیم استفاده کنیم. کسی که چشماش یا بدنش یا اعضا و ارگانهای دست و پاش یا فکرش ضعیف باشه تو این عالم نمیتونه مفید باشه برای و خودش هم لذتی نمیبره. انسانی هم که بیا تو این عالم و قوای روحانی و معنوی خودش رو تقویت نکنه در عالم بعد حقیقتا جهنمی وجود نداره که اونو تنبیهش کنن، اون تا زندگی خودش به خاطر اون ضعف و قوا میشه جهنم. مثلا یه نفر که نشسته با بقیه توی سالن همه دارن از میوه و غذا و استفاده میبره، ایشون زخم معده داره یا 7-8 تا مریضی دیگه یا ضعف های دیگه داره، خب کسی که ایشون به اصطلاح تو آتیشی ننداخته
جهنم، ولی جهنمی هست اون ضعف و مریضی خودش که نمیتونه از این میوه ها و غذا ها و حتی هم صحبتی دوستان، حتی موسیقی لذتی ببره. و حقیقتا عالم بعد عالمی است که حالت بهشت و جهنم یا زجر و عذاب و لذت به خاطر وضع و موقعیت و حالت فرده، وگرنه یک عالم و یک عالم لایتناهی است و سراسر همه لطف است و عنایت. داشتم گوش میکردم به یکی چند تا از این، متاسفانه زیاد به فارسی نیست این برنامه، روی یوتیوب بود، کسانی که 20 دقیقه کمتر یا بیشتر مرگ کلینیکی داشتند و بازگشتند، بعضیشون حتی به خدا و عالم بعد اعتقاد نداشتند و چیزایی رو دیدن که میبینن حقیقت داره. بعضیشون یک بیماریایی داشتن که وقتی برمیگردن شفا پیدا کرده بوده و همه از یک نوری صحبت میکنن که از خورشید خیلی هزاران بار صدها بار قوی تره، ولی نمیسوزونه، ناراحت کننده نیست، چشم رو عذاب نمیده، گرما داره، عشق و محبت توش هست، مثل که بغل می. حتی اکثر این افراد بهشون میگن شما وقتتون نرسیده برگردید، اونایی که برنگشتن، اونایی که بوده که وقتشون رسیده. یه مورد بود که جالب بود و اون خانمی بود که میگفت نور چشم منو اذیت میکرد، میگفت این نور عذابم میداد، نوری که هیچ که عذاب نمیبینه. یادم افتاد به بعضی از الواح حضرت عبدالبها، حتی از بالا که میفهمن بعضیا طیور لیل هستن، پرندگان شب که از خورشید فراری هستن، خفاش. حالا اگه نور رو به صفات الهی مقایسه کنیم، بعضی ها هستن که از صراحت خوششون نمیاد، از صداقت خوششون نمیاد. حتی صراحت رو از بالا میفهمن همیشه با ادب همراه کنید، صراحت و ادب که اثر بذاره. بعضی هستن که از انسانیت خوششون نمیاد، از عفت و عصمت خوششون نمیاد، این نور اذیتشون میکنه به خاطر شخصیتی که دارن. و این افراد بعد از اینکه از این عالم میرن، چون عالم بعد همه عالم خوبی ها و نورانیتی، یه کمی در عذابن. از کسی که عادت به مواد مخدر داشته باشه بره بنشینه در جمعی از افرادی که همه سالمن، در عذابه، چون هیچکی نداره اون منقل و وافور و تریاک و حشیش و این برنامه ها مشروب در کار نیست، در عذاب قدری. بنابراین چون عالم بعد عالمی هست که همه معنویات اخلاقیاته، اینجا باید اونا رو هم یاد بگیریم، هم استعداد استفاده ازشون داشته باشیم که در عالم بعد در حالت در اون بهشتی که میخواییم باشیم. بله، ادامه میدیم. میفرمایند که و نیز برای تأسیس هر مشروع دیگری، این بودجه های جنگ رو که بتواند قوای عقلانی، اخلاقی و معنوی نوع انسان را تقویت کند صرف خواهد شد. یک نظام متحد جهانی که بر سراسر عالم استیلا یابد و قدرت فائقه خود را بر منابع وسیع و غیر قابل تصور کره ارض اعمال کند و آمال شر و قبر را به هم درآمیزد و از شر جنگ و مصائب ناشی از آن آزاد باشد و توجهش به استخراج منابع انرژی موجود در کره ارض معطوف گردد، نظامی که در آن قدرت خادم عدالت باشد. الان قدرت خادم ظلم. در اون زمان نظامی که در آن قدرت خادم عدالت باشد و با عرفان عمومی نسبت به خدای واحد و تبعیت از آیین مشترک دوام یابد. این است غایت قصوایی که عالم بشریت تحت تأثیر قوای وحدت بخش حیات به سوی آن در حرکت است. خب متوجه میشید چرا بودجه های میلیارد دلاری خرج این میشه که مردم رو قانع کنند خدایی نیست، بتونن به این مرحله ما نرسیم. ما
بودجه های خرج میشه که در ایران از پیشرفت دیانت باهایی جلوگیری کنه، که از ایران اگر شروع بشه دنیا رو میگیره، در همون ایران خفه بشه در نفت، خیال کردن البته، ولی به تعویق میندازن، به تأخیر میندازن. و چون اینها این حضرات به ابدیت معتقد نیستن، فکر میکنن حالا 50 سال دیگه هم به تأخیر بیافته بنده دیگه تو موقع دیگه از این دنیا رفتم، اون حضراتی که فقط میخوان در زمان حیاتشون در خر مراد سوار باشن. حضرت عبدالبها جل ثناؤه این مطلب را تایید میفرمایند، قوله الاحلا، احلا یعنی شیرین ترین، اعلا یعنی بلندترین. از جمله وقایع جسیمی که در یوم ظهور آن نهال بیهمال و او خواهد یافت، علم الهی به جمیع امتها بلند خواهد شد، یعنی جمیع ملل و قبائل در ظل آن علم الهی که نفس آن نهال ربانی است در آیند و ملت واحده گردند. اینجا یادآوری میکنم به بیانی از دست با الله که میفرمایند بعضی از نفوس ذاتاً اختلاف را دوست دارند. یعنی الان که ما اینا رو میخونیم و بعضی از نفوس از تصور اون بشریتی که ملت و واحد شوند لذت میبرند، از تصور و خیال این که جنگ ها تمام میشه و جوانان و بچه ها از دختر و پسر استعدادشون رو در هنر، موسیقی، علم، صنعت به کار میبرن، رشد میکنن و در امنیت تشکیل خانواده میدن و در اخلاقیات و روحانیات ترقی میکنن، خیلی ها به شعف میان، خیلی ها مثل جهنم براشون، چرا که فرمایند ذاتن اختلاف را دوست دارن. همان گروهی هستن که هفته پیش خوندیم، بعضی ها گرگ درنده هستن. و اینکه آقای سوربی هم اشاره کرد تو برنامه‌شون، بچه 3 ساله‌ای که دارن تربیتش میکنن، یه قبلنش من دیده بودم یه دختر خانمی بود که در یکی از کلاس‌های قرآنی که کشان عربی راجب گردن زدن غیر مسلمانان صحبت میکن. بله، فرمایم که و ضدیت دینیه و مذهبیه و مباینت جنسیه و نوعیه و اختلافات وطنیه از میان برخیزد، کل دین واحد و مذهب واحد و جنس واحد و قوم واحد شوند. وقتی که لا نفرق بین احد من رسله در قرآن هست، هیچ فرقی بین پیامبران نیست در قرآن هست، چرا باید یا لا اکراه فی الدین هست، هیچ فشار و اکراه و زوری در دین نیست، چرا با احادیث مندرآوردی این علمای ظالم بشر رو به جون هم بندازن؟ وقتی که بودا و کریشنا و زرتشت و مسیح و محمد و بهاءالله و باب همه یک حرف میزنن و اون همش بر اساس وحدت بشر، یک خدای واحد، یک بشر واحد و یک دین واحد. حدیثای من در آوردی مردم رو به جون هم می‌ده. از میان برخیزد، کل دین واحد و مذهب واحد و جنس واحد و قوم واحد شوند و در وطن واحد که کره ارض است ساکن گردند. و به علاوه می‌فرمایند قوله العزیز، این موهبت کبرا و این منقبت عظما حال اساسش به ید قدرت الهیه در عالم امکان در نهایت متانت بنیان و بنیاد یافت. هر کاری میکنید شالودهشو میریزید، اون شالوده فما شالوده این ریخته شده و به تدریج آنچه در هویت دور مقدس است ظاهر و آشکار کرده. الان بدایت انبات است و آغاز ظهور آیات بینات. در آخرین قرن و عصر معلوم و واضح گردد که چه بهار روحانی بود و چه موهبت آسمانی. مقصود از قرن، قرنهای میلادی نیست، قرن تقویم بهایی هست که
اون بیان هست عبدالبها قبل از صعودشون بین سال 1900 تا 1921، یعنی یک سال تا سالهای 2021. و نیز رؤیای اشعیای نبی در انجیل، در تورات هست. در انجیل هم همچون که یه بار من یکی از اون امثال رو گفتم راجع ملکوت، ما میگیم ظهور است بالا و نظم بدی است بالا هست، اینجا اشاره میشه و نیز رویای اشعیای نبی اعظم انبیای بنی اسرائیل که در 2500 سال پیش از مقدرات عالم انسان در مرحله بلوغ ذاتی آن پیشگویی کرده است بسیار جاذب و مسحور کننده است. و این رویا اینجوری نوشته میشه، او یعنی پروردگار در بین امتها داوری خواهد کرد و اقوام بسیاری را مورد ملامت قرار خواهد داد. آنها شمشیرهای خود را به گاواهن تبدیل خواهند نمود و نیزه های خود را به اره مبدل خواهند ساخت و دیگر ملتی و روی ملتی شمشیر نخواهد کشید و دیگر جنگ را نخواهند آمد. حالا شمشیر به اره و گاواهن میشه گفت، تانک ها به بولدوزر و کمباینر و تراکتور. منظور این است که از تخریب به ساختن، کشاورزی، تولید. و نهالی از تنه یسا بیرون آمده، شاخه از ریشه هایش خواهد شکست و جهان را به عصای دهان خیش زده، شریران را به نفی لبهای خود خواهد کشت و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت و گرگ با بره سکونت خواهد داشت، پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و گوساله و شیر پرواری با هم و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر بازداشته دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد، زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهایی که دریا را می پوشاند. سای 11 از اشعیا آیه اول. صاحب مکاشفات در پیشبینی از جلال و عزت عالم، عالم بشریت در مرحله‌ای که نجات می‌یابد و غریق بحر سرور و نشاط می‌گردد، تصویر مشابهی به دست می‌دهد. دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت. آسمان اشاره به مذهب هست، زمین اشاره به جامعه، execution, executing field. دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی باشد و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا و از آسمان نازل می شود. اورشلیم محلی بود که قوانین ساخته می شود و الان اشاره به که شهر حیفا و محل استقرار بیت العدل اعظم که اورشلیم جدید حساب میشه، قوانینی که برای تمام بشر هست. دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل میشود، حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است. آوازی بلند از آسمان شنیدم، میگفت اینک خیمه خدا و آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود که ایشان قومهای او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود. کیست که بتواند تردید کند در اینکه تحقق چنین اوج و کمال، یعنی حلول دوره بلوغ ذاتی عالم انسانی به نوبه خود، علامت آغاز مدنیت جهانی خواهد بود که چشم روزگار شبه آن ندیده و فکر آدمی هرگز تصورش ننموده؟ کیست که بتواند آن ذره اولیایی را تخطر نماید که این مدنیت مقدر است با شکوفای خود بدان واصل شود؟ کیست که بتواند آن رفرف اعلایی را تخمین زند که طیر هوش آدمی پس از آزادی از قیود دنیوی در اوج آن به پرواز خواهد آمد؟ کیست که بتواند به درستی آن عوالمی را در نظر آورد که روح انسانی به مدد فیوزات انوار ابهایی
که در کمال شکوه و اوج جلال خود در اشراق است بدان فارس خواهد گردید. برای مسک الختام چه کلامی مناسب تر از این کلمات عالیات حضرت بهاءالله جل اسمه الاعلی است که با اشاره به اصل ذهبی آیین بهایی از نزول یافته است. اصلی که در آن عالم ادنا من احصاها ولا اقصاها مرعات انوار فردوس ابها خواهد شد. نمایان امروز روزی است که در آن از هر سو تشعشعات انوار وجه پروردگار فیاض مشهود است. از هیبت قاهره و قدرت غالبه حق کل منسعق، از این رو خلق جدید آفریدیم تا نشانه عنایت ما بر عالمیان باشد، به درستی که ما بسیار بخشنده و قدیم هستیم. امروز روزی است که عالم غیب فریاد میزند ای کره عرض، چه متبرک گشتی که عرش خدا شدی و محل و محل استقرار تخت الهی گشتی. ملکوت اعلی به عالم ادنا ندا میزند روحی لک الفدا، زیرا محبوب رحمان تو را به قوت نام خیش که موعود همگان از ازل تا ابد بوده مقر سلطنت خود قرار داده است. انتها حیفا فلسطین 11 مارس 1936. ببینید هنوز اسرائیل وجود نداشت، امضا کردن فلسطین حیفا سال 1936. و اینجا وقتی که فهمودن خلق جدید در سوره الرحمن هست که آیاتش درست خاطرم باشه، وگرنه هفته دیگه تکرار میکنیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. انسان قبل از بیان که کتاب حضرت اعلی بود خلق میشه، این انسان جدید. وگرنه اگه بخواد بگیم خلق بشره که بشر اول قرآن یاد نگرفت بعد خدا خلقش کنه، مقصود همین خلق و انسان جدیدی است که برای این عصر جدید نقطه اولا. شما هر خطی رو بخواید بنویسید از یه نقطه شروع میشه، هر کلمه از یه نقطه، هر حرفی از یه نقطه شروع میشه. این لقب حضرت باب، حضرت اعلی، نقطه اولا و کتابشون، کتاب بیان که اصلا شما ام الکتاب در لوح احمد و منظور از خلق الانسان علمه بیان. بیان حرف زدن نیست، شما قرآن اول یاد نمیگیرید بعد خلق بشید بعد حرف زدن یاد بگیرید. خب اینم از امانتداری آخوندهایی که هیچ وقت تفسیرشون درست نیست. قبل از اینکه وقت تمام بشه من مجبورم، یعنی یک بیانی از حضرت ولی امرالله، این رو میخونیم زیارت میکنیم که ببینیم مسئولیت بهایی ها زیاده. به جای اینکه بشینن از سیستم ها و نظام هایی که گذشته دورشون به فرموده بیت العدل اعظم دیگه باز نخواهند گشت به تاریخ ملحق شدن، به جای اینکه امر حضرت بهاءالله رو معرفی کنن دفاع از این نظام ها میکنن، ببینید که این احبا چه ترجمه مکتوب 24 نوامبر 1931 از طرف حضرت ولی امرالله به محفل روحانی ملی آمریکا. فرمایان اگر اهل بها به کمک اهل عالم نشتابند و جهان را از روحی که حضرت بهاءالله به عالم عنایت فرمودند مشهون نسازند، عالم با مصائب مختلفی که بدان مبتلا شده کاملا ویران و مدنیتش بالمره نابود خواهد شد. مادام که روح امر مبارک در قلوب انسانها نفوذ و رسوخ ننموده و تعالیم جهانیش موانع موجود را از میان بر نداشته، جناهای اقتصادی، احزاب سیاسی، عداوتهای ملی، تعصبات نژادی و خصومت های دینی همچنان به ایجاد جنگ های مخرب ادامه خواهند. حالا احبایی که به جای اشاعه و نشر نفاعت الله و بیانات و احکام و تعالیم است با الله از این نظام رژیم، از اون رژیم دفاع میکنن، رژیم قبر دفاع میکنن، که بیت العدل اعظم مرکز مسئول از خطا اعلام کردن که به تاریخ ملحق شد، بدونن که مقصرن، وظایفشون انجام نمیدن. همچون که اینجا میفهمان اگر به کمک اهل عالم نشتابن جهان را از روحی که حضرت بهاءالله به عالم عنایت فرموده اند مشون نسازن،
عالم با مسائل مختلفی که بدن مبتلا شده کاملا ویران و مدنیتش بالمره نابود خواهد شد. بنابراین ما بهایی هم خیلی مسئول هستیم و فقط نمیتونیم به قول معروف منافعش رو ببریم و باید مقصر هم قلمداد بشیم وقتی که اوضاع درست پیش نمیره اونجوری که مد نظر هست به حالاست. ما به هایان مقصر هستیم، حتی هست به حالا در زمان حیات خودشون فرمودن اگر احبا عامل بودند به آنچه مامورند اکنون جمیع من علالعز به ردا ایمان فائز شده بودن. یعنی یک قسمت مقصر هم به هایی ها هستن از زمان هست به حالا. شما رو به حق می سپارم و با امید دیدار دیگر و مطالب و حقایقی دیگر در پناه هم.